برای جزئیات بیشتر از تازه ترین تحولات همراه میشیم با توماج تاهباز از مالزی. توماج، دیدارهای فشرده تازه‌ای بین مقام‌های آمریکا و تایوان انجام شده، اونم در سالگرد جنگ اوکراین، برامون بیشتر بگو. دقیقا همینطوره، دیدارهای فشرده و مهم و به خصوص در سالگرد جنگ اوکراین. میدونیم که تایوان همواره در هدف بوده، احتمال اینکه ممکنه چی بهش حمله کنم همیشه مطرح بوده. برابر اون چیزی که خبرگزاری دولتی تایوان گفته، آقایان جوزف وو و وو لیشیانگ، یعنی وزیر خارجه و همینطور دبیر شورای امنیت ملی تایوان، در پشت درهای بسته در ایالات متحده با مقام‌های مهمی دیدار کردن، از جمله وندی شرمن و برخی دیگر معاونان وزارت خارجه و همینطور احتمالاً معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید. چرا میگیم احتمالاً؟ چون این دیدارها بنابر دیدارهای رسمی انجام نمیشه، در راستای دیدارهایی که به اون به اصطلاح کانال ویژه میگن، برای جلوگیری از تحریک چین. معمولاً نمیگن دقیقاً چه مقام‌های رسمی آمریکایی در آمریکا با مقام‌های تایوانی دیدار کردن، اما میدونیم که سطح این دیدارها بسیار بالا بوده. همزمان رسانه‌های تایوانی گفتن سای یوان رئیس جمهوری تایوان شاید به ایالات متحده سفر کنه. البته گفتن که این سفر برای سخنرانی در دانشگاه کورنل خواهد بود، جایی که آقای مطل خانم سای از اونجاست، ولی احتمالاً در اونجا هم دیدارهای انجام خواهد شد. خود خانم سای دیروز با هیئت قانونگذاران، هیئت تازه قانونگذاران آمریکایی که برای 5 روز به تایپه سفر کرده، دیدار کرد و گفته که تبادلات نظامی با آمریکا افزایش پیدا می‌کنه. گفته تایوان با آمریکا و دیگر دموکراسی‌های متحد خود برای مقابله با چالش‌های جهانی مانند سلطه‌جویی خودکامگان و همینطور تغییرات اقلیمی همکاری‌های بیشتری خواهد کرد. نمایندگان آمریکایی در تایپه هم تاکید کردند که حضورشون در تایوان تأکیدی بر ارزش‌های دموکراتیک و در واقع تعهد اونها به دموکراسی و حقوق بشر هست و ادامه پیدا خواهد کرد. هفته پیش گزارش شده بود که مایکل چیس، معاون وزیر دفاع ایالات متحده، به تایپه رفته. باز هم طبق معمول جزئیات دقیقی نداریم. میگم این دیدارها همواره به صورت غیر رسمی انجام میشه، اما در این صورت میشه گفت از سال 2019 به این ور این ارشدترین مقام وزارت دفاع، در واقع بالاترین مقام نظامیه که از آمریکا به تایوان رفته. البته محدودیت سفرها ارتباطی مسائل دیپلماتیک نبود و به خاطر کووید بود که مقداری محدود شده بود. از پایان دوره آقای اوباما و بعد به خصوص در دوره آقای ترامپ و بعد حالا که در دوره آقای بایدن هستیم، این سفرها و مراودات دیپلماتیک و سیاسی و دفاعی و نظامی بین آمریکا و تایوان به طور چشمگیر و قابل توجهی افزایش پیدا کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین هم واکنشش رو داده، گفته هر تلاش جدایی طلبانه یا حمایت خارجی از چنین چیزی تنها به واکنش متقابل چین خواهد انجامید و هیچ نتیجه دیگه‌ای هم نخواهد داشت.